سلام دوستای خوبم، خوش اومدی به کانال پری دیزاین. من پریچر هستم. امروز یه ویدیو باحال داریم. از اونجایی که داریم نزدیک میشیم به هالووین، من تصمیم گرفتم یه آرایش هالووینی با مزه براتون انجام بدم. خودم از اونجایی که خیلی دوست دارم این آرایش ماسکای هالووینی رو، تصمیم گرفتم که یه مدلش رو انجام بدم. شما هم اگر دوست دارید این آرایش رو انجام بدید، حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. قبل از هر چیز فراموش نکنید که حتما کانال سابسکرایب کنید اگر تا الان نکردید، زنگوله بغلش هم بزنید تا هر موقع من ویدیو آپلود میکنم شما اولین نفری باشید که ویدیو رو تماشا میکنید. فراموش نکنید حتما ویدیو رو لایک کنید، با این کار خیلی به من کمک میکنید برای ضبط ویدیوهای بیشتر و بهتر. بریم سراغ آموزش. اولین کاری که میکنیم این هستش که با یه دونه حالا مداد، حالا خط چشمی چیزی که خیلی پررنگ نباشه، میایم اون قسمتی رو که میخواییم ماسکمون رو ایجاد کنیم، حالت ماسک آرایش کنیم و اون خط دورش رو میکشیم. خب من میام حالا داخل این آینه از با یه دونه مداد ابرو که رنگش خیلی پررنگ نیستش، خیلی آروم میکشم، میام از اینجا یه حالت اینطوری خب حالا اینو اینجا رو میام پایین. میام دقیقا از وسط تقریبا از وسط بینیم حساب اینجا میام میچسبونمش به این خط. خیلی دوست داشتم که این جوش قشنگم هم بره داخل این ماسک، ولی نمیشه، خیلی میاد این بر. خب میام، چون دیگه خیلی هم بخوام برم این طرف دیگه اون حالت ماسکی که اینجا گذاشتم مشخص نمیشه دیگه، بخوام خیلی صورتم رو بپوشونه، برای همین یه مقداری میام انگار این طرف تر. و حالا کاری که میکنیم این هستش که من قبلش مرطوب کننده زدم، حالا با یه دونه فاندیشن با یه کرم پودر میتونید این قسمت ماسکمونو در واقع کرم پودر بزنیم کاور کنیم، که من از بی بی کرم استفاده میکنم چون من معمولا کرم پودر نمیزنم. یه مقداری اگه یه مقدارم رفت این طرف تر اشکالی نداره، چون بعداً این طرف رو تمیز میکنیم. خب بعد از اینکه کرم پودرمون رو زدیم یه مقدار کانسیلر میزنم اینجاها. خب حالا میرم ابروهامو درست میکنم، یه مقدار ابروها میارم پایین. البته من معمولا ابروهامو نمیکشم، ولی چون توی این آرایش میخوام خیلی این طرف صورتم جلب توجه کنه،
بر همین دیگه تصمیم گرفتم که ابرامو بکشم با این. میام اول این گوشه چشممو از این رنگ سبز شروع میکنم، این قسمت این گوشه چشممو. و یه مقدار داخل قسمت کریز چشم سبز رو کار میکنم. و بعد گوشه بیرونی رو با آبی کار میکنم. اینطوری حالت سی میکشم و اینطوری ضربه ای میزنم و اینجا رو حالت سی میکشم این شکلی. مقدار این بالا اینجا رو آبی میکنم و بعد و این گوشه داخلی رو یه مقداری حالت نارنجی یا کلی بهی صورتی میتونید این بالا رو با زرد بکشید. و بعد بیای با رنگ صورتی یا بنفش این قسمت وسط صورتی کار کنیم. بعد از اینکه سایه های رنگین تموم شد میام با یک کم کانسیلر میذارم روی این گوشه چشمم از اینجا. کانسیلرمو که زدم این قسمت، حالا این گوشه چشمم هم یه مقداری زرد اضافه میکنم این قسمت. و شما وقتی که کانسیلرتون رو زدید هر چقدر که احساس کردید مثلا این قسمت بالا خیلی کم دیده شد و باریکتر شد، میتونی یه مقداری اضافه کنی، بیشترش کنی، یعنی تا تقریبا بالاهای نزدیک های ابرو میتونید بیارید. خب حالا صبر میکنم یه مقدار این کانسیلر خشک بشه و بعد میریم سراغ خط چشم. قبل از اینکه برم سراغ خط چشم مشکی میام چیکار میکنم با خط چشم رنگی، مثلا این قسمت که آبیه خط چشم آبی، اینجا که سبز خط چشم سبز، و با خط چشمای رنگی میتونید این قسمت ها رو این پایین هر رنگ رو اینطوری خط بکشید. و
ولی من الان فقط خط چشم آبی و سبز دارم دیگه، با همینا این کار رو انجام میدم. مداد رنگی دارم ولی مداد خیلی سخت و ممکنه که کارم رو خراب کنه. حالا میام مثلا نصفشو از اینجا رو من سعی کردم در یه حدی بکشم که سفید نباشه این قسمت ها. و حالا میرم سراغ خط چشم اصلی. کانسیلر هم هنوز خیلی خوش نشده دیگه، خط چشم رو میزنم از این گوشه. یه خط چشم کشیده قشنگ به سمت بالا میکشیم، اول دومش رو میکشیم. وقتی که خط چشمتونم زدید میتونید ریملاتون رو فرموژه بزنید، ریمل بزنید و بعد اگر دوست داشتید موژ مصنوعی بذارید که من پیشنهاد میکنم بذارید، خوشگلتر میشه ریشتون. فرموژتون رو بزنید و بعد شروع کنید به ریمل زدن. بچه ها من موژم هم گذاشتم، یه احساس سنگینی میکنه الان با این موژه ها. کلن مشکل دارم من با موژه مصنوعی، ولی خب دیگه الان گذاشتم، از هیچی بهتره. میدونم چند موژه هم خوبه ولی خب دیگه از هیچی بهتره. دیگه میریم سراغ رژ. بیان همیشه برعکسه، من همیشه لنز دارم، لنز طبی دارم، البته لنز رنگی طبی میذارم همیشه تو ویدیو. حالا همین امروز که آرایش هالووینی کردم لنز طبی بی رنگ گذاشتم، چون اونا دیگه عمرشو کرد و انداختمش دور. با یه دونه خط لب رنگ تقریبا شبیه به رژ لبمون میایم دقیقا از این قسمت این طرف میزنی خط لبمونو. قبل از اینکه خط لبمو بزنم یه مقدار خیلی کمی میخوام هایلایتر بزنم به این قسمت. حالا هر رنگ روشی که دوست داشته باشید میتونید بزنید. حالا اگه رنگ های کالباسی و قهوه‌ای استفاده کنی یا گلبه‌ای فرق نمی کنی، هر رنگی دوست دارید میتونید. خب من روشم زدم یک کوچولو، حالا سر لیپ گلاس میزنم روش. مرحله بعدی کانتور هستش. میتونید یا از یه رژگونه تیره که یعنی مثلا حالت نارنجی رنگ و آجوریتو رو اینها، البته خیلی نارنجیه، یا اینکه از یه کانتور استفاده کنی خیلی تیره نباشه. و بعد میام صورتمون رو یه مقدار اینجاها رو کانتور میکنیم. من از یه برانزر پودری استفاده میکنم، میایم این قسمت ها رو، این قسمت ها هم یه مقداری کانتور میکنم. خب این مقداری میام دور تا دور اینجا رو. اگه سایه چیزی برانزرمون یا رژگونمون به این طرف دید شده بود، گرم پودرمون، رژگونمون یا
یا برانزرمون میتونیم با این دستمال مرطوب قشنگ دور تا دور اینها رو دور تا دور این کادر رو تمیز کنیم، در واقع بیرون کادر رو که رنگ پوست خودمون باشه. حالا میام با همون براش سایه‌ام که سرش کوچیکه برانزرمو یا برانزر قهوه‌ای، یه سایه قهوه یا از پودر کانتورتون یا از یه سایه قهوه‌ای میتونید استفاده کنید و در واقع دور تا دور این خط سایه بزنید. شروع میکنید دور تا دور به سایه زدن. در واقع با این کار شما سایه ایجاد میکنید و این باعث خطای دید میشه. وقتی که با یه قهوه‌ای تمام این رنگی سایه ایجاد کردید، میتونید با یه قهوه‌ای تیره تر از یه سایه قهوه‌ای تیره استفاده میکنم و میام دوباره یه مقداری این خطوط اینجا رو تیره تر میکنم. میبینید؟ یه مقدار تیره تر میکنم تا این سایه بیشتر ایجاد بشه و حالت برجسته تر بشه. وقتی که سایه تون رو ایجاد کردید، حالا میتونید بیاید یه مقدار اینا رو فیدشون بکنید اینطوری. حالا برای اینکه سایه‌مون بیشتر مشخص بشه، کاری که باید بکنید با یه دونه خط چشم سفید یا اگر ندارید مثل من از این مداد سفید استفاده میکنم و اون سایه ها رو ایجاد میکنم. کدوم قسمت ها؟ هر قسمتی، مثلا یه دونه اینجا بذارید، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، با فاصله این سایه ها رو ایجاد کنید. کنار این خطوط تیره بیایید یه سایه سفید ایجاد کنید. بعد میتونید با یه هایلایتر میتونید این سایه ها رو ایجاد کنید ولی دیگه پخشش نکنید، بذارید بمونه. خب من یه مقداری با اون پودر قهوه‌ای کمرنگ ترم اینجاها رو سایه‌شو بیشتر میکنم. خب بچه من یه مقداری یادم رفت زیر چشمم خط چشم بذارم، خط چشم بکشم. یه مقداری با همون خط چشم رنگی با همون سایه آبی و بنفش یه کوچولو میام اینجا سایه مثل خط چشم یه مقدار از سایه رو اینجا میارم. از ویدیو امروز امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما برید آرایش رو انجام بدید برای هالووین.
اگه این آرایش رو دوست داشتید حتما انجامش بدید. فراموش نکنید که نظراتتون رو حتما توی کامنت برام بنویسید تا بیشتر بتونم ویدیوهای این سبکی براتون درست کنم و حتما ویدیو لایک کنید. با این کار خیلی به من کمک میکنید برای ضبط ویدیوهای بیشتر. تا ویدیوی بعد، خدافظ.